برنامه و سلام بر شما بیننده سرنوشت بگونه زنده از نور رسید. سال 2016 میلادی سال پرچالش برای حکومت افغانستان و مردم این کشور، اما این سال با همه چالش هایی که داشت گذشت. هرچند حکومت وحدت ملی در بخش های اقتصادی سال 2016 را سال پردستاورد می داند، اما از سقوط مجدد قندوز به دست طالبان، سقوط بخش های از بغلان، هلمند، فرا و ناامنی های شدید در ولایت های بدخشان، غور، بادغیس، سروزگان، هلمند و جاهای دیگر در افغانستان ثبت کارنامه سال 2016 میلادی است. اما حالا که سال 2017 فرا رسیده است، چه چالش ها و فرصت هایی در این سال در اختیار حکومت افغانستان است و حکومت افغانستان چی میتواند برای مردم افغانستان انجام بدهد و انتظارات و نگرانی های مردم از حکومت در این سال چی هست؟ خوب یادمان است که سال پار نهادهای بین المللی وضعیت را شکننده توصیف کرده بودند. نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان گفته بود که در این سال حکومت افغانستان با چالش های جدی سیاسی، امنیتی و اقتصادی روبرو خواهد بود، اما برخلاف سال گذشته امسال این نهادها حرف خاصی در این مورد نگفتند. با این حال اما هنوز بحث ناتمام اصلاحات انتخاباتی، توزیع شناسنامه های برقی، برگزاری انتخابات پارلمانی، مبارزه با فساد اداری، بهتر شدن وضعیت امنیتی و اشتغال زایی هنوز از خواسته های مردم است و وعده های حکومت و رهبران حکومت وحدت ملی. دیده شود که در این سال این خواسته های مردم از طرف حکومت جدی گرفته خواهد شد یا خیر. آیا انتظارات را که مردم میکشند در سال 2017 میلادی برآورده خواهد شد؟ این موضوع را بحث میکنیم با حضور مهمانان گرامی در این برنامه. آقایان گل محمد مختاری، معاون حزب حرکت اسلامی افغانستان، زیای دانش استاد دانشگاه و احمد سیر یزدانی، روزنامه‌نگار که تا لحظات بعد با ما خواهند پیوست. مهمانان گرامی، به بس خیر خوش آمدید. آقای مختاری، با شما آغاز میکنیم. در ابتدا درآمد شما اگر بر سال 2017 میلادی باشد، چالش ها و فرصت هایی که در اختیار حکومت افغانستان در این سال هست چی هست؟ با توجه به اینکه حکومت افغانستان سال 2016 میلادی را با همه چالش هایی که داشت یک سال پردستاورد هم دانسته، به ویژه در بخش اقتصادی که کارهای زیربنایی را میگه انجام میدن. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. با عرض ادب و احترام سلام خدمت جناب عالی و همکاران گرامی، شما مهمان ارجمند و گرامی و بینندگان تلویزیونی جهانی نور، و همینطور عرض تبریک فرارسیدن سال 2017 برای همه مسیحیان جهان که این سال را یا این روز را بالاخره گرامی می‌دارن. با توجه به اون چی که شما به عنوان درآمد بحثتان اشاره داشتید در ارتباط با چالش‌ها و مشکلاتی که در سال 2016 ملت و مردم و جامعه و کشور و نظام ما پشت سر گذاشت، طبیعی است وضعیتی را که ما مشاهده میکنیم در سال 2017 هم باید شاهد تداوم برخی از مشکلات و چالش ها بوده باشیم، مگر آنکه تدابیر لازم و درخوری را نظام و حکومت و مسئولین مربوطه انشاءالله در محراق توجه خودشان قرار بده. اگر ما یک آغازی داشته باشیم با استفاده از اون چی که در سال 2016 پشت سر گذاشتیم، ما در حوزه های مختلف با مشکلات بسیار عدیده مواجه بودیم، مخصوصا در بخش امنیتی چالش های کلان پیش روی مردم و ملت ما بود و واقعه های بسیار تلخی را ما متاسفانه تجربه کردیم، از جنبش روش فاجعه جنبش روشنایی گرفته تا سقوط قندوز و سقوط برخی از ولسوالی ها که در طی این حوادث ده ها بلکه صدها نفر از جوانان این کشور، مرد و زن و پیر و جوان این کشور در میان خاک و خون غلطیدند که یک فاجعه های مختلفی بود، انتحارها و انفجارهایی که صورت گرفت و تقویت نیروهای مخالف که به صورت جبهه‌ای عملیات‌های بسیار شکننده‌ای را و کمرشکنی را انجام دادند، راه‌های مواصلاتی را بستند و خیلی چالش کلانی را پیش روی مردم ما به وجود آورد. اما به موازات این حوادث و چالش‌ها یک سری اقدامات هم صورت گرفت که همونطوری که شما هم اشاره داشتین در عرصه‌های اقتصادی و بین‌المللی اقداماتی صورت گرفت که اینها را هم ما نباید از نظر دور بداریم که اینها به عنوان نقطه های مثبتی از کارکرد دولت حکومت وحدت ملی بود
که طبعا یک از اونها میشه گفت سدی که ساخته شد، سد بند سلما و همینطور راه های تجارتی که در با دنیا قرارداد شد و معامله او صورت گرفت و امضا شد. مانند در بخش های امنیتی سال گذشته طالبان اعلام کرده بودند که باید در سال آغاز سال جدید میلادی یا پس از سال میلادی که اندکی میگذره سال خورشیدی میآید، یکی از برنامه های طالبان این بود که بخشی از افغانستان را متصرف شوند، که چنین کاری صورت نگرفت و نیروهای امنیتی افغانستان مقاومت کردند. حالا با توجه به پیشینه جنگ طالبان و اینکه تجربه هایی هم از گفتگوهای سال با این گروه حکومت افغانستان داره، چگونه میشه در بخش امنیتی یک وضعیت را پیش بینی کرد در سال جدید؟ خب یکی از مشکلاتی که همیشه ما از تریبون شما همین رو یادآوری کردیم، یکی از مشکلاتی که متاسفانه در دولت احساس میشه بس نبود یک استراتژی اساسی امنیتی است. کما اینکه این روزها بحث استراتژی سیاسی هم در محراق توجه قرار گرفته، علی رغم اینکه گفتن از آدرس دولت استراتژی سیاسی به پارلمان داده شده، ولی خب به هر حال گم شده، معلوم نیست بعد از دو سال سرنوشت او چی شده. در عرصه امنیتی هم متاسفانه یک استراتژی اساسی ما نداشتیم. اگر ما همچنان در خلأ استراتژی امنیتی به سر ببریم، طبیعی است که ما سال آینده را سالی به مراتب پرچالش‌تر از سال 2016 خواهیم داشت. درسته طالبا خود طبعا در عرصه تقابل و در عرصه رزم هر طرف جبهه اهدافی دارن، اهدافی از پیش تعیین شده ای دارن، سعی میکنن به او اهداف برسن، ولی خود طبعا طرف مقابل هم عکس العمل نشون میده. همونطوری که از طرف طالبها خب این شعارها داده شد که ممکنه یک بخش عظیمی از افغانستان اونا به صورت رسمی تحت کنترل خودشان در بیارن و یک حکومت موازی در واقع در برابر حکومت مرکزی ایجاد بکنه، ولی متقابلا دولت هم وعده هایی داده بودند، دولت هم ادعاهایی داشتند مبنی بر این که بتوانه مخالفین را کاملا از نقاط حساس کشور دور بکنن و بالاخره چالش امنیتی را ترمیم بکنن، وضعیت امنیتی راه‌های مواصلاتی و همینطور جاهایی که طالبان گرفتن، ولسوالی هایی که اونها ساقط کردن، اینا را پس بگیرن. همونطوری که مخالفین به اهداف اصلی خودشان نرسیدن، طرف مقابل دولت هم به اون اهدافی را که تعریف کرده بودن، بحث استحکام امنیتی، توسعه امنیت، در این عرصه متاسفانه نتوانستن به اون اهداف برسن و بحث فساد اداری همچنان چالش زا هست. در این عرصه خب نهادهای جدیدی ایجاد شد در جهت مبارزه با فساد اداری همچنان، ولی ما مشاهده میکنیم که فساد به اوج خودش هست، مشکلات اقتصادی همچنان سر جای خودش محفوظه، مهاجرت جوانهای ما و مغزهای متفکر و آینده سازان کشور به کشورهای بیرون، کشورهای غربی همچنان ادامه داره. بنابراین پس اگر اونها نرسیدن، از این طرف هم متاسفانه یک تدبیر اساسی سنجیده نشد، بلکه روز به روز چالش های جدیدی اضافه شد، چالش های درون حکومتی به وجود آمد که این خودش مانع ایجاد میکرد بر سر راه و کاروان پیشرونده اهداف حکومت را تقریبا با چالش مواجه میساخت و اینها همه سبب شد که به او اهدافی که باید میرسیدن متاسفانه نرسیدن. ما اگر بخوایم نتیجه گیری بکنیم، خب در بخش امنیتی و در خصوص بخش امنیتی عرض کردم که یک استراتژی امنیتی دراز مدت و کوتاه مدت و میان مدت ما تا هنوز از آدرس دولت مشاهده نکردیم. مثلا در یک منطقه اگر عملیات صورت میگیره، فقط مرکز ولسوالی، مرکز قریه ممکنه از مخالفین پس گرفته میشه، بعد دیگه عملیات متوقف میشه، دو روز بعد تا نیروهای امنیتی اون منطقه رو ترک میکنه، پس مخالفین همون منطقه رو، همون روستا یا همون ولسوالی رو میگیره و مخصوصا در برخی از نقاط حساس ما جابجایی مخالفین رو به صورت معنیدار مشاهده میکنیم، انتقال به اصطلاح جغرافیای جنگ از جنوب به شمال و مخصوصا مناطق حساس مرزی مثل قندوز، که در قندوز با توجه به گزارش هایی که اخیراً مشاهده شد، ما شاهد احساس میکنیم که مخالفین ما به صورت بسیار نرمال با کشورهای همسایه ارتباط برقرار کرده، تسلیحاتشان که تخریب میشه اونجا ترمیم میشه و به کمک های خب مشاهده میشه. بنابراین پس اینها حاکی از اینه که یک استراتژی اساسی در جهت قلع و قمع و محو مخالفین از سوی حکومت و نظام نبوده، روزا در جهت توفیق چندانی نداشته، که امیدوار هستیم که در سال آینده، یعنی در سال جدید، این استراتژی ساخته شود و این اهداف مشخص شود و مردم ما به یک امیدی برسند که سال جدید را با یک
امیدی جدیدی به سمت اهداف اساسی تر به پیش میبرد. تشکر آقای دانش. هرچند به سال جدید خورشیدی 3 ماه دیگر فاصله داریم از سال جدید خورشیدی، ولی به دلیل هم نیست که این روز در افغانستان هم جدی تر گرفته شد، چون کشورهایی که افغانستان را کمک میکنن یا سال مالی افغانستان در مثال آغاز میشه. حالا با توجه به چیزهایی که اینجا ذکر کردن آقای مختاری و با توجه به تجربه ای که از سالهای گذشته در حکومت وحدت ملی وجود داشته و با توجه به میزان تنش‌های سیاسی که در میان رهبران حکومت وحدت ملی وجود داره، چی چشم انداز میتونه از سال جدید میلادی داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که مستحضر هستیم، در ابتدای سال 2016 هشدارهای زیاد و جدی و قابل تحملی در رابطه با خطر سقوط افغانستان شنیده میشد. خود شما هم اشاره داشتید، نماینده سازمان ملل متحد افغانستان، خطر سقوط سیاسی افغانستان چالش بسیار جدی سال 2016 میدانست. رئیس اطلاعات امریکا سیا هم هشدار داد در مورد فروپاشی افغانستان در سال 2016، اما دیدیم که اتفاق نیفتاد. سال 2016 سال بقای افغانستان بود، همونطور که بارها عنوان شدن، دولت افغانستان هم این مسئله رو بارها تکرار کردن. تلاش های بسیار جدی و فشرده‌ای وجود داشت که افغانستان هم در بود اقتصادی، هم در بود سیاسی و هم در بود امنیتی ساقط کنند، حاکمیت افغانستان حداقل منحصر بکنند در شهرهای بزرگتر و در مراکز شهرها، و تلاش بکنه که زمینه فروپاشی حکومت تسریع ببخشند. در داخل هم چالش های سیاسی وجود داشت. افغانستان در سال 2016 با بحران سخت اقتصادی درگیر بود در سال 2015 و چالش‌های متعدد دیگه که جناب آقای مختاری هم اشاره کرد، شما بهش اشاره کردین. اما برخلاف تصورات و انتظارات، اتفاقات بسیار خوشایند و خوبی در سال 2016 اتفاق افتاد. مهمترین دستاورد افغانستان در سال 2016 همی باقی ماندن افغانستان و در واقع جلوگیری سقوط افغانستان بود. حاکمیت سیاسی افغانستان دوباره تثبیت شد. تلاش‌های منطقه‌ای و خارجی که برای سقوط افغانستان صورت می‌گرفت و بسیار فشرده بود، اونا شکست خورد. افغانستان در عرصه بازسازی اقتصادی دستاوردهای بسیار کلانی داشت که یک نمونش اتصال افغانستان به کشورهای منطقه و تثبیت جایگاه افغانستان به عنوان نقطه اتصال و به عنوان نقطه ترانزیت منطقه بود. کارهای دیگه هم در عرصه اقتصادی صورت گرفت. بیش از 1.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف بخصوص در بخش انرژی و آب جلب و جذب شد در داخل افغانستان. سرمایه گذاری ها هم بیشتر سرمایه گذاری داخلی و باثبات بود. در بخش‌های مختلف دیگر صرف جویی های خیلی خوب بود. بیش از 15 میلیارد دلار در قراردادها صرف جویی صورت گرفت. در بخش مبارزه با فساد اداری، مرکز عدل قضایی ایجاد شد که با روند نسبتاً قابل قبول خوب پیش میرن. شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد اداری. اما آقای دانش، چیزای دیگر هم در سال 2016 میلادی اتفاق افتاد. در بخش سقوط مجدد قندز به دست طالبان، سقوط بخشای از هلمند و بخشای از بغلان و ولایت‌های دیگری و مهاجرت گسترده‌ای که در این سال صورت گرفت از افغانستان. در بخش امنیتی، برخلاف آنچه که عنوان شد، افغانستان برای اولین بار در سال 2016 استراتژی 5 ساله امنیتی خودش در کنفرانس بروکسل و وارسای ارائه کرد و بر اساس همون استراتژی ما حمایت‌های مالی غیر قابل تصور و غیر قابل انتظار از کشورهای خارجی داشتیم. نگرانی‌های بسیار زیاد وجود داشت که در کنفرانس وارسا و در بروکسل حکومت افغانستان با بی‌مهری مواجه می‌شود و دستاوردهای مالی نخواهد داشت، اما دیده شد که استراتژی خیلی موفقانه بود و مورد حمایت کشورهای تمویل کننده افغانستان قرار گرفت و بیش از 30 میلیارد دلار مشاهد کمک 5 ساله دنیا در افغانستان در دو کنفرانس بودیم. اتفاقات امنیتی خوب دیگه ای که اتفاق افتاد، مرکز سوقی داره در سال 2016 ایجاد شد، مرکز واحد فرماندهی. اما آنچه که شما اشاره کردین در رابطه با سقوط بخش‌های از کشور، ببینین او در بستر یک بستر قابل ملاحظه هست. من پیشتر هم عرض کردم که قرار بود در سال 2016 افغانستان سقوط کنن و ساقط کنن و
و تلاش ها بسیار وسیع شد، تلاش ها بسیار جدی شد. کشورهای متخاصمی که به دنبال ساقط کردن افغانستان بودند تمام نیرو و امکانات خودشان جذب کردند، تبلیغات روانی بسیار گسترده ای را انداختند. حتی بعض از متحدان ما نگران بود و ناامید بود که افغانستان ممکن است سال 2016 سلامت جان به سلامت بدر نبرند، اما دیدیم که الحمدلله اتفاقات نیفتاد. در برابر او تهدیدهای بسیار کلان امنیتی که شروع شد و در برابر تهاجمات کلانی که صورت گرفت که انتظار میرفت که بالاخره بعض از مراکز ولایت سقوط بکنن، اما شاید هم انتظارات با مراتب بیشتر از اینو بود، میتونست با مراتب کارهای کلانتر از این اتفاق بیفته، اما الحمدلله دیدیم که او رقم نشد. در سال جدیدی، در سال گذشته، سال 2016 میلادی، نظرسنجی های در بخش های متعدد صورت گرفته، در بخش حکومتداری، در بخش سواد، در بخش رضایت مردم از کارکرد رهبران حکومت وحدت ملی، در بخش امنیتی، در هر بخش نظر سنجایی که صورت گرفته حداقل این را نشان میده که سال پردستاوردی برای حکومت افغانستان نبوده، بلکه سالی بوده که مردم افغانستان از حکومت دست کم خیلی ناراضی بودند و منجای نارضایتی مردم هم بلند بوده. ببینین، اول خب حدود دو سال و چند ماه از عمر حکومت وحدت ملی میگذرن. بله. چالشایی که در افغانستان وجود داره چالشای دو ساله حکومت وحدت ملی نیست. شما خبر دارین که در سال 2014 مرتب هشدار داده میشد که افغانستان بعد از سال 2014 دیگه سقوط میکنه. اما تاثیرات روانی بود که پیشتر جناب مختاری اشاره کرد، مردم رو وادار کرد به مهاجرت کردن. 92% پولی که در بازار افغانستان گردش میشد ماحصل مصارف نیروهای خارجی در افغانستان بود. خب این پول از دایره اقتصاد افغانستان خارج شد. طبیعی است که اقتصاد ما شدید افت میکرد. 1,40,000 نیروی خارجی در تامین امنیت مستقیم نقش داشت و رهبری میکرد، ولی کل امنیت افتاد مسئولیتش به گردن نیروهای امنیتی داخلی افغانستان. پس بنابراین حکومت با چالش‌های بسیار کلانی که او چالش‌ها از 10 سال 15 سال پیش وجود داشت، در بخش کار، در بخش اشتغال، در بخش امنیت، در بخش اقتصاد کار صورت نگرفته بود. مثلا در دوره های کرده ما چیزی نداشتیم، نه سرمایه گذاری داشتیم به جز مواردی که در سکتور مخابرات یک مقدار سرمایه گذاری شد، در سه زیربنا هیچ سرمایه گذاری صورت نگرفته بود. و آنچه هم که پولی که در گردش بود، ما پیشتر اشاره کردم، پول مؤصل مصارف نیروی خارجی و پول قراردادیایی بود که با اینا کار میکرد. پس بنابراین افغانستان با چالش‌های مختلفی روبرو بود و این چالش‌ها میتونست حتی موجب سقوط دوباره افغانستان شد، اما دیدیم که اتفاق نیفتاد و کارهای صورت گرفت، سرمایه گذاری صورت گرفت، افغانستان دوباره رابطه خوب با جهان بهبود کرد داد، افغانستان رابطهش با منطقه بهبود پیدا کرد، افغانستان به عنوان یک بدیلی به جای نقطه تقابل در منطقه ظهور پیدا کرد و امروز بسیار از کشورهای منطقه به جز ایده اندکی به نقطه تعامل چشمش دوختند، به عنوان تعامل نگاه میکنند. شما دیدین که در کنفرانس ششمین اجلاس قلب آسیا در امرتسر هند، یکی از نقطه هایی که در اعلامیه پایانیش آمد صریحا ذکر کرد که ما از تلاش های همگرایانه افغانستان در منطقه شدیداً حمایت میکنیم و از آن استقبال میکنیم. خب امروز بسیار از کشورها این یک نقطه توازنی بین خودشان میدانند که افغانستان در حال تبدیل شدن به یک شورای کلیدی در منطقه است و تمام نیازهای منطقه را از جنوب به شرق، از شرق به جنوب به مرکز وصل میکند. پس بنابراین با وجود همه چالش هایی که داشت، ما نباید دستاوردها را در نادیده بگیریم. دستاوردهای بسیار کلان بود و ما باز تاکید میکنم مهمترین دستاورد افغانستانی بود که وضعیت خودش را حفظ کرد، پایداری خودش را حفظ کرد و در واقع از او حالتی که ما داشتیم در برابر یک سقوط جدی مبارزه می‌کردیم، از اون حالت الحمدلله بیرون اومده، آل راه خودش ادامه داره و همه هم در داخل افغانستان و هم در بیرون از افغانستان فکر می‌کنه ما دیگه اون باور داره که از خطر سقوط نجات پیدا کرد. آقای یزدانی با بس خیلی خوش اومدید. با باور شما بزرگترین دستاورد حکومت افغانستان در سال 2016 میلادی چی بود و بزرگترین چالشش در سال 2017 میلادی چی است؟ در حالی که ما گزارش‌های داشتیم که در سال 2016 میلادی بدترین سال برای خبرنگاران در افغانستان بود. حالا شما به عنوان یک روزنامه‌نگار سال 2017 را چگونه برای خبرنگاران ارزیابی میکنید و همچنان برای مردم افغانستان و حکومت افغانستان؟ نخست از همه تشکر از شما و دوستان حاضر در بحث. ببینیم، من فکر میکنم چالش های عمده ما در سال 2016 مشخص است. حالا از بحث فساد اداری تا کشت کوکنار و موارد دیگری که ناامنی و اقتصاد و بعد اینا، من فکر میکنم که اگر ما شما ایره این گونه بررسی کنیم که ما ببینیم با دشمنی که در حقیقت حامی این موارد بوده ما با او چی کار کردیم در سال 2016، ما شاید بهتر بتانیم بحث پیش ببریم، به خاطر از اینکه نقطه قوت ما در سال 2016 چند مورد بود.
حداقل ما توانستیم در سال 2016 یک خط را ترسیم کنیم با دشمن دیرینی افغانستان کمان و پاکستان است. مثلا ما در قسم در راستای مهاجرینی که همواره پاکستانی ها از یا به عنوان نقطه ضعف ما استفاده میکرد، ما آمدیم با اونا مشخص روی یک میکانیزم گفتگو کردیم و گفتیم که اگر شما این مهاجرین رخصت کنیم، ما این بنادری که با شما داریم و مواد خوراکه و مواد ما البته کالاهای متعدد وارد میکنیم، اینها رو با ما با شما قطع میکنیم. دقیقاً پاکستانی ها از این در هراس بودن. نقطه دیگر این که جوامع غربی فشارهای بیشتری آورد تا از سال 2015 در سال 2016، به خاطر از اینکه اصلا بحث ها فراتر از جغرافیای افغانستان رفت و شما دیدیم دقیقاً در انتخابات امریکا مشخصا ترامپ گفت که به احتمال زیاد میشد پیمان ناتو هم از بین ببرن، به خاطر از اینکه اینها هم نتونستن کاری بکنن. خب دقیقاً نمی بود وقتی که مثلا در افغانستان تعداد زیاد از کشورها نیروهایشون سرازیر شدن، اینجا نوعی مشکل را خود از اینا خلق کردن، بگونی که یک جغرافیای مشخصی را هر کدوم از اینا گرفتن و این جغرافیای مشخص حتی در بعضی موارد اینا بر علیه همدیگر هم استفاده کردن. مثلا نیروهای که عملا در جنگ هستند با افغانستان از داعش شروع تا بعث طالبان، اینا را حمایت کردن و بالاخره اینا به مسابقه یک نیروهایی که میتونستن امنیت مخل امنیت باشن به اثبات رسیدن و البته اینا رو تشویق هم شد. بحث دیگر ای بود که حداقل ما در سال 2016 بعضی پروژه های نیمه کاری داشتیم که اینها دقیقا بعد از چندین سال به مسابه یک اصلا یک موضوع بغرنج تبدیل شده بود. مثلا بند بخش آباد فرا، مثلا بند سلمای هرات که بعد از مدت کاری که باید ای خلاص می شد 1.5 سال بود، ولی ای بیش از 8.5 سال به دوام کشت، دوام طولانی شد، مستمر شد. بالاخره ای ما تانستیم حداقل این پروژه های نیمه کاری که از دوری قبل مانده بود ایران کم کنیم. بحث بعدی چی بود؟ بحث دیگر ای بود که ما خوبی های دیگه که در سال 2016 داشتیم ای بود که ما در سال 2016 با نیروهای امنیتی حکومت افغانستان نزدیکتر شد. یعنی این که در دوری حامد کرزی ما شما شدیداً شگاف بسیار زیادی می دیدیم بین نیروهای امنیتی افغانستان و آقای حامد کرزی، به خاطر از این که از یک طرف او طالب را برادر می خواند و از طرف دیگر نیروهای هم که شهید می شد. حالا اینجا یک منطقه، یک سوال، یک پرسش عمده به وجود می آمد، او ای که در یک جبهه که دو نیرو جنگ میکنه حتما یکی برحق است یکی ناحق. وقتی که ما مثلا گروه طالبان را برادر خطاب میکنیم، خب در این طرف هم ما نیروهای امنیتی را شهید میدیم. خب او ولی در سال 2016 شما شاهد بودید و ما شاهد بودیم که اتهامات زیادی بر این حکومت وارد شد که از گروه های تروریستی در داخل نظام کسانی هستند که حمایت میکنن و حتی نماینده روسیه، سفیر روسیه در افغانستان گفت که شورای امنیت ملی افغانستان عملا از داعش در افغانستان حمایت میکنه. دقیقاً ببینیم اونجا ما او رو یک قسم دیگه بررسی میکنیم. او ای است که روسیه او روسیه سالهای 2014 تا 15 نیست. روسیه به مسابقه یک قدرتی که دوباره احیای مجدد میشه. مطمئن باشیم که اگر در سال 2016 این مورد ذکر کرده، در سال 2017 از این مورد به مراتب ما زیادتر خواهیم داشت از طرف روسیه. چرا که روسیه او روسی گذشته نیست و روسیه میخواد حداقل در قضایای همین منطقی که وابسته به او بوده یا حداقل با جماهیر گذشته شوروی نزدیکی داره، مانند تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، آذربایجان و غیره، با اینا حداقل منافع مشترک داره و میخواد این را حفظ بکنه. و از طرف دیگه وقتی که ما شما جنگ سوریه یا جنگ لیبیا را، حتی به خصوص همین جنگ سوریه که حالا به یک موضوع هات تبدیل شده، ما دقیقاً میبینیم که این سوریه میبخشه روسیه از یک مرجع بسیار با قدرت صحبت میکنه. او روسی گذشته نیست. شما وقتی که میبینیم که حلب خواسته میشه که یک مدت بسیار کمی حداقل باید آتش بس اعلام شود، از طرف غربی خواستش نمی بود، روسیه پافشاری میکنه و اصلا هیچ تن در نمیده به این خواسته غربی ها.
پس اینجا ما این مورد این قسم بررسی میکنم که روسیه و روسیه نیست، نه این که مثلا روس ها میخواین در قبال ما دقیقاً. یعنی شما میخواهید بگویید که قدرت روسیه با توجه به روز افزون شدن قدرت روسیه، سیاست روسیه ایجاب میکرد که چنین اتهاماتی بر حکومت افغانستان وارد کنه؟ دقیقاً وقتی که ما شما همین نشست میبینیم در ترکیه، همین نشست اخیره ای گواهی می مورد است، وقتی که ما سفر موشکی روسیه را در بالکان میبینیم، این دقیقاً پس قدرت گرفتن روسیه در منطقه است. وقتی که ما میخواییم که میبینیم که دوباره روسیه نیروهای خود در جغرافیا یا مرز افغانستان با تاجیکستان مستقر میکنه و فعلا 700 تن نیروهای خود در امین جغرافیا داره، و این دقیقا ایره نشان میده که پس روسیه پس او موضی قبلی خود نداره، پس میخوایی در تعاملات جهانی سم و بارستری داشته باشه از او چیزی که در گذشته داشته. تشکر. آقای مختاری، حکومت افغانستان گذشته از اینکه بعضی چیزهایی که در سال 2016 انجام داده را دستاورد میدانه، به ویژه در زمینه‌های اقتصادی، باز شدن بندرهای چابهار، بندر آقینه و افتتاح خط بندر آقینه، آمدن خط ریل از چین به افغانستان از طریق کشورهای آسیای مرکزی، اینها مجموعه دستاوردهای حکومت وحدت ملی در سال 2016 تعریف شدند. اما حکومت وحدت ملی در همین سال 2016 بعضی چیزهایی هم انجام داده. حالا نگاه شما بر این، مثلا من میخونم یکی از این کارها، نظرسنجی در زمینه سطح اقتصاد مردم و معیشت مردم، نظرسنجی که وزارت اقتصاد افغانستان انجام داده با بانک جهانی و یک نهاد بین المللی در افغانستان، میزان اقتصاد مردم و ظرفیت اقتصادی مردم بررسی شده و ظرفیت هایی که در داخل افغانستان وجود دارن و اینکه چگونه حکومت افغانستان میتونه، سطح سواد و دانش مردم افغانستان، نظرسنجی که در این راستا صورت گرفته، نظرسنجی هایی که در زمینه حکومتداری انجام شده و دیدگاه های مردم خواسته شده، آیا اینا به عنوان یک ظرفیت میتونه برای حکومت وحدت ملی مطرح باشه تا در برابر چالش ها بتونه از این ظرفیت ها استفاده بکنه؟ این شناسایی چالش هایی که یاد شده. بله، ما باید در قضاوت های خود منصف باشیم. بله. و در این حال واقع بین باشیم. ما با خوشبینی بیش از حد یا بدبینی بیش از حد نمیتونیم درست قضاوت بکنیم، اما اگر واقع‌گرا باشیم، واقعیت‌های عینی و ملموس جامعه را ببینیم، چه در عرصه مسائل امنیتی، چه در مسائل فرهنگی و چه عرصه اقتصادی و سیاست، اینا رو واقعا به عینه و با مثال‌های خارجی و بیرونی وقتی ما بررسی می‌کنیم، به یک نتایج دیگه ای میرسیم. اجازه بده یک سری نکاتی را که دوستا اشاره کردن، ما به اشاره درنگی داشته باشیم. بله. به فرمایشات دوستان، درست نقاط مثبتی که اشاره شد، بله، اینا در حد، اگر ما در حد خود افغانستان اینا را بررسی کنیم، یک نقطه های مثبتی هست که نمیشه اینها را ما نادیده بگیریم و امیدوار هستیم که اینا افزایش پیدا بکنن. اما این که ما بیایم به اصطلاح حفظ نظام از سقوط را ایران به عنوان بالاترین دستاورد بدانیم، این بالاخره به نظر من منصفانه نیست. چرا؟ برای که ما یک دولت هستیم، یک حکومت هستیم، یک نظام هستیم، از امکانات حکومتی برخورداریم، از ابزار امنیتی لازم برخوردار بودیم، در برابر یک مجموعه به اصطلاح که مخالف نظام هستند، که طالبان باشه یا داعش باشه یا امثال اینها. اگر ما بیایم اینجا واقع بینانه بررسی بکنیم، این نمیتونه به عنوان دستاورد باشه. یک حکومت باید جغرافیای خودش تحت پوشش امنیتی داشته باشه، مخالفین خودش سرکوب بکنه، دست دخالت بیرونی ها را قطع بکنه. این یک امر طبیعی است، یک امر نمیشه این را به عنوان ما دستاورد به حساب بیاریم. اما خب ببینید عواملی که در اینجا وجود داشته، ما پیمان امنیتی داشتیم در عرصه امنیت، در عرصه امنیتی ما پیمان امنیتی با غربی ها، با ناتو یا مخصوصا با آمریکایی ها داشتیم. خب بر اساس این پیمان باید اونهایی که به اصطلاح حامیان این نظام و حکومت و کشور ما بوده، اینا باید امنیت رو تامین میکردن، چون ما برای اونها، برای نیروهای اونها مسئولیت قضایی دادیم. مسئولیت قضایی دادن برای یک نیروی خارجی و بیگانه در داخل یک کشور یک سرمایه کلان است که حراج میشه. یک عزت یک مملکت ممکنه پایمال شوه، اما در ازای این، در برابر این باید یک دستاورد وجود داشته باشه، در حالی که ما هیچ دستاوردی نداشتیم. نه تنها دستاورد نداشتیم، که بلکه خیلی چیزها را ما از دست دادیم. از این طرف یک پیمان تقریبا ننگین را ما امضا کردیم، اما در برابرش بعد از چند سال خود آمریکایی‌ها میگه ما از پس طالبان برآمده نتوانستیم. آقای اوباما واضح و با صراحت گفت که موضوع ما به طالبان نمیرسه، و بالاخره خب آمدن سیاست خودشان در قبال طالبان تغییر دادن، در حالی که اینا قرار بود امنیت مملکت ما را تأمین بکنن. نکته دوم، ببینید
مملکتی یا نظامی یا کشور و حکومتی میتونه به اصطلاح امنیت پایدار در کشور خودش تامین بکنه که به سمت مستقل شدن و استقلال و خودکفایی حرکت کنه، در حالی که حرکت حکومت ما به سمت وابسته شدن بیشتر تا کنون پیش رفته. کمک هایی که دوستا اشاره میکنن، ما مثلا موفق شدیم کمک های بیرونی رو جلب بکنیم، این افتخار نیست که مردم با ما خیرات بدن. بله. افتخار اون وقتیه که ما تولید داخلی خود به اندازه بالا ببریم، اونقدر کار برای ملت و مردم خود ایجاد بکنیم که خود ما مولد بوده باشیم، خود ما صادر کننده بوده باشیم، جلوی مهاجرت های بیرویه مردم جامعه خود بگیریم. ما هزاران بستی خالی داریم، اما جوان ما به خارج حرکت میکنن، میرن برای دنبال کار. در استودیو با یکی از مسئولان که بحثی داشتیم در مورد نظرسنجی هایی که در حکومت وحدت ملی صورت گرفته، این نظرسنجی ها را به عنوان یک نقطه قوت تعریف کردن. اینها گفتن ما با این نظرسنجی ها میتونیم حداقل چالش هایی که در برابر حکومت افغانستان است، این چالش ها توسط حکومت شناسایی شده و میتونه حکومت به سادگی در برابرشون اقدام بکنه. ببینید، شما اجازه بدین که من حرفم تکمیل بشه، میرسم به اینجا. ببینید، من میخوام این نکته رو عرض بکنم که دولت میتونه، این که بگیم دولت نمیتوانست، دولت میتوانست. دولت اگر گفتن استراتژی امنیتی داشتن در فلان کشور، در بروکسل یا وارسا مثلا استراتژی را عرضه کرده، استراتژی را به پارلمان عرضه کنه، استراتژی را برای ملت و مردم خود ما عرضه بکنه، بر مبنای همون استراتژی عمل بکنه. استراتژی چیه پس؟ بله. استراتژی یک ساختاری است، یک چارچوبی است که بر مبنای این چارچوب باید عملیات صورت بگیره. بله. اگر ما استراتژی امنیتی داشتیم، بر اساس این استراتژی امنیتی در ظرف این 2 سال باید امنیتی ما بالاخره تأمین میشد، نه اینکه ناامنی توسعه پیدا میکرد. داعشی که آمد، داعشی که هیچ ربطی به افغانستان و به فرهنگ افغانستان و جامعه افغانستان نداره، در اینجا توسعه پیدا میکنه. به بازی گرفتن، اون روز اولی که یک پرچم را در یک نقطه دور افتاده بلند شد، به مسخره گرفتن که ما کجا و داعش کجا. اما امروز داعش در نقاط مختلف افغانستان پرچم بلند کرده و امنیت مملکت را تامین میکنه، تا جایی که قدرت ها را، پای قدرت ها را در اینجا میکشونه. نکته دیگه، کمک هایی که ما جلب کردیم، اون کمک ها برای این نبوده که ما واقعا به وظایف خود و به کار خانگی خود عمل کردیم. اونا به خاطر اهداف خودشان کمک ها را میکنن. شما نگاه کنید، امروز افغانستان میدان جنگ خودشان، میدان نزاع خودشان قرار دادن. اونا به خاطر اینکه اینجا یک جای پا پیدا بکنه، یک میدان جنگ و مبارزه و زور آزمایی برای خودشان بسازن، این کمک ها را میدن و بالاخره اینی توجهات ما را میپذیرن. بله، دولت خوب عمل کرده. کجای دولت خوب عمل کرده؟ مشکلات و چالش ها به اوج خودش بوده، این یک واقعیت مسلمه. اونها آمد، شما نگاه کنید، امروز قدرت های منطقه‌ای طالبان را به رسمیت میشناسه، با طالبان ارتباط برقرار میکنه، همسایه های ما با طالبان ارتباط مستقیم دارن و اونا را ساپورت و حمایت میکنن. از اون طرف داعش یک مجموعه دیگه حمایت، غربی ها داعشی ها را حمایت میکنن، شرقی ها طالبان را. خب پس اینجا را دوباره یک سوریه دیگه، حالا مشخصا در مورد فرصت هایی که خب حکومت وزارت در سال 2017 ببینید درسته صحبت شوه، این فرصت ها چی میتونه باشه؟ خب طبعا فرصت هایی هم به وجود آمده. چند نکته اینا اون چیزی که دوستان هم اشاره کردن، بله اونا رو ما منکر نیستیم، ولی این برای ملت و مردم ما واقعا جواب کافی و قانع کننده نیست. بله، ما لااقل تا هنوز در دوره کرزی واقعا ما با پاکستان نتوانستیم لااقل پاکستان را به عنوان حامی تروریسم معرفی بکنیم، اما امروز در حکومت وحدت ملی کار صورت گرفته. در سازمان ملل در لابیگری به اندازه‌ای بود که بالاخره قدرت های جهانی پاکستانی ها را به عنوان حامی تروریسم لااقل شناختن و تهدید کردن و کمک های خودشان را معلق کردن. یک دستاورد بزرگه بالاخره، و تهدید اقتصادی، تهدید اقتصادی و تهدید مرزی. ببینید، اگر اونها مهاجرین ما را تهدید به اخراج کردن، ما راه‌های دیگه برای تهدید داریم. ما قطع ارتباط اقتصادی بکنیم، ما به اصطلاح مسیر بازرگانی خود مثلا از طریق چابهار، از طریق ایران، از طریق آسیای میانه و جاهای دیگه، از همه اینا مهمتر، میلیون ها متر مکعب آب ما همینطور مجانی و رایگان به سمت پاکستان سرازیر میشه، نه صدی نه بندی. بالاخره رایگان در اختیار اونا قرار میگیره. اگر یک صد، یک چند صد و بندی در مسیر آبا، مسیر آبا منحرف بشه، پاکستان فغانش بلند میشه. این تهدیدها هم وجود داره. این که خط مرزی دیورند به رسمیت شناخته نمیشه، خود شما دیدید چند وقت پیش هم جناب آقای کرزی با صراحت لهجه گفت که ما این خط به رسمیت نمیشناسیم. طبعا حکومت وحدت ملی هم تا هنوز اظهار نظر نکرده، یعنی لااقل نگفته که به رسمیت میشناسیم. اینا تهدیدهایی هست. اینا خب بالاخره یک سری اهرم هایی است که میتونه از این استفاده بکنه. ارتباطات ما، ارتباطات اقتصادی، مسیرهای بازرگانی اینا واقعا حیاتی است. افغانستان که نفسش، حلقش در اختیار پاکستان بود که هر لحظه فشار میداد راهی تنفس افغانستان بند انداخته بود، امروز
با چابهاری که به اصطلاح با مسیر چابهار و راه ابریشم، راه لاجورد، مسیر راه آهنی که به آسیای میانه و همینطور به اروپا وصل میشه، چین رو به اروپا وصل میکنن و اقدامات بسیار کلانی که در این عرصه صورت گرفته، اینا میتونه افغانستان از اون حالتی به اصطلاح که در تنگنا و در قفس بود بیرون میاره. اینا گامای بسیار کلان و مؤثر است، اما از این ظرفیت ها واقعا باید به نحو احسن استفاده شود. اما چالش هایی که در مسیر این فرصت ها هست، ما فرصت ایجاد میکنیم در برابر چالش های موجوده را نمیبینیم. شما نگاه کنید چرا جنگ در چند نقطه خاص خیلی به اوج خودش است. چرا در فاریاب جنگه؟ چون اونجا بندر عاقنه است، میخواد پس گلوگاه رو به یک نحوی ببنده. چرا جنگ در قندوز به اوج خودش است؟ چون در اونجا بندر چیه؟ بندر شیرخان بندر هست. از اون مسیر راه آهن باید عبور بکنه، راه آهن چین از همون مسیر باید عبور وصل بکنه، از طریق بندر عاقنه به اروپا وصل بکنه. چرا اینجا، چرا مشکل قندوز حل نمیشه؟ چرا قندوز دو بار سقوط میکنه؟ چرا بعد از سقوط یک استراتژی برای پاکسازی قندوز وجود نداره؟ چندین مرتبه گفتن که قندوز دیگه پاکسازی میشه، نیروهای امنیتی رفتن، هیئت ها رفتن در فرار، با روزگان هم جنگ جریان داره اینجا که بندری وجود نداره. بند درست در اونجا هم هست، در اونجا هم ما مسیرهای ارتباطی، خط کمربند افغانستان از همین مسیر هلمند هست و در اونجا جنگ، مخصوصا در هلمند و اروزگان، اونجا یک جنگ دیگه در حالش جریان است. در اونجا جنگ اقتصادی، جنگ تریاق، در اونجا مافیای تریاق، مافیای مواد مخدر و خیلی مسائل دیگه است. در هر صورت اگر دولت ما فرصت‌های ایجاد کرده، این فرصت‌ها فرصت‌های طلایی است، اما این طلایی، این فرصت‌های طلایی با چالش‌هایی که در مسیرش تبدیلی به خرموره نشه برای مردم. تشکر. ما سپاسگزارم آقای دانش. حالا برای یک حکومتی که مستقل است و خودش را به عنوان یک حکومت میشناسه و تعریف میکنه، بقای خودش نمیتونه دستاورد بشه. حرف دیگری که اگر حکومت وحدت ملی استراتژی 5 ساله امنیتی را رفته در نشست بروکسل توضیح داده و ارائه کرده، چرا این استراتژی را در پارلمان افغانستان برای نمایندگان توضیح نداده؟ البته خب قرار نیست که ما به حرف جناب آقای مختاری خدای نکرده جسارت کنیم نظریتشان را رد کنیم. خب به هر حال یک از خوبی افغانستانی است که من چند وقت پیشم سازمان خبرنگاران بیدونم باز اعلان کرد که حکومت افغانستان پاسخگوترین حکومت در برابر رسانه ها بوده در دنیا، اتفاقا هم جدیدن اعلان کردم و تلاش زیاده کرده برای حمایت از آزادی بیان. سال 2016 مرگ بار حکومت نکرد، طالبا کرد. برای قرار نیست که هر چیز اتفاقی که میفته بگین دولت، حالا دولت هم بنا ویسم داشته در این لاتکوب ها، در این فرهنگ افغانستان اون رقم است. اما من به عنوان یک استاد دانشگاه که سال است اقتصاد تدریس میکنم و به عنوان یک روزنامه‌نگار که بیش از 18 سال است روزنامه‌نگار هستم در رسانه های مختلف، وضعیت جامعه خودی که میبینم، امکاناتی که میبینم، مشکلات، چالش های چندین دهه جنگ و خشونت که میبینم، این رقم قضاوت کردن که خودم بیا انتقاد کنید، انتقاد کردن سادتان کار است، کار میتونم بکنم، چرا نشد، چرا نکردن، چرا تو شد، این خوب سادتان کار است. اما شما وقتی وارد اداره میشین یک کار پیش خودت انجام میدی، نیاز داره تحلیل وضعیت کنی، تحلیل وضعیت کنی که در دور و بر چه خبر است، در محیط چه گپ است، چه چالش است، چه نقطه قوته، چه فرصت است، چه تهدید. حکومت افغانستان در سال 2016 فکر میکنید تحلیل وضعیت کرده، این چالش ها را شناسایی کرده؟ تحلیل وضعیت که صورت گرفت زمان پلان گذاری میرسه، با چطور با مشکلات مقابله بکنی، با تهدیدات چطور مقابله بکنی، از فرصت ها چطور استفاده کنی، بعد مرحله تطبیقش میرسه. اینمی یک زمان کمی برای یک حکومت نیست، یعنی حکومت نمیتونه یک هفته پلان جور کنه، یک هفته تحلیل وضعیت کنه، بعد شروع کنه در تحلیل کردن. ما بگیم که در دو سال چرا فسادی داریم مونده، چرا در فلان جا جنگ است، چرا او رقم است، چرا رقم است. در جامعه ای که 6 ده است جنگه، خشونت است، ما میخوایم در دو سال میگیم که حل کنیم، و هم حکومتی که به قول مردم دو سر داره دیگه، جنجال در داخل خودش هست. خب وقتی داخل اداره در می امکانات میخوای، بدون امکانات، بدون توان مالی، بدون توان اداری هیچ کاری نمیتونه بکنی. ظرفیت ادارات افغانستان افتضاح است. تمام ادارات افغانستان شما در بیاین، چیزی که در حکومت وحدت ملی مانده یک میراث وحشتناک است. از سرک هم حکومت قرض جمع کرده بود، مامور حکومت جور کرده بود، از کوچه هم آورده بود، رئیس جور کرده بود، هر جای دیگه. با اون نمیشه شما پلان گذاری کنین. با اون نمیشه یک پلان اجرایی کنین. با اون نمیشه تحلیل وضعیت کنین. وقتی حکومت هم به دست گرفتن، حکومت وحدت ملی 400 میلیون دلار کسر بودجه داشتن. خزانه خالی. اردوی شما هر لحظه گفته میشد که اردو قومی شدن، احتمال داره هر آدم سیاستمداری که در بدن حکومت نباشه اردو یک بخش میپاشه، پولی شما مرقم میشه، امنیت شما مرقم میشه. او طرف هم بحث تقسیم قدرت بود، 50 از تو 50 از من، کی تا شاکی او کنه که کار بکنه. خب
این طرف هم مردم پشتر هر کدومه پنجایی ها بود ده. از ما نباشه ما بازی رقم میکنیم از ما نباشه بس قومی شد با انمی چالش ها و مشکلاتی که داشت حفظ وضعیت افغانستان با توجه به دخالت های خارجی تشدید دخالت های خارجی تقویت دخالت های خارجی و کار بسیار شدید من احساس میاد که ماندگار شدن حکومت خودش یک کار خیلی کلان بود یک دستاورد بسیار کلان بود و این دستاورد کلان من دقل اعتقاد می نمیست و باور می نمیست که امی که ما سقوط نکردیم یک دستاورد کلان بود در سه مهاجرت و بیکاری من فکر نمی کنم تقصیر حکومت وحدت ملی باشه ما در افغانستان 6.5 میلیون جوان واجد شرایط کار داریم اینا طالب کار است آقای در امریکا که رئیس جمهور میشه طرف میگه که من 1 میلیون شغل یکی از چالش ها برای حکومت وحدت ملی در سال 2017 میلادی و نگرانی برای مردم افغانستان اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت است و این اختلافات در سال 2017 اتفاقا بیشتر هم اشاره کردین به نکته خوب اشاره کردین من برعکس که شما میگین خوب شده تا جایی که من پیگیری میکنم به عنوان یک روزنامه نگار من اتفاقا میبینم که برعکس اون چیزی که در رسانه ها درس میکنم برعکس اون چیزی که گفته میشن اختلافات در حال کمرنگ شدن ولی در حال حاضر آقای احمدزیا مسعود نماینده ویژه رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومت داری خوب از حکومت راضی ولی نیستن در جلسه با هم به عنوان یک منتقد حکومت رفتن سفرهای داشتن به ولایت ها معاون اول رئیس جمهور مدت ها میشه در کابل نیست و با رئیس جمهور در ارتباط نیست حتی تماس تلفنی هم نداره ببینید آقای پسوکوی اول بحثی است که تفاوت دیدگاه ها خب در هر حکومتی وجود داره ما در افغانستان خیلی وقتا تفاوت به اختلاف تعبیر میکنیم تفاوت فکری در هر حکومتی وجود داره گاهی در جای دیگه تمرین کرده بین خودشون یاد گرفته که تفاوت چرقم در جامعه بروز بتن یا بین خودشون حل کنن تا از ما در جامعه ما فرنگی است که وقتی ناراحت میشیم یا تفاوت فکری پیدا میکنیم ور میایم سری در بین مردم قالمقال رو میندازیم خب آثار را پیامد روانی نشون نادیده میگیریم مسئله دیگه ای است که حکومت افغانستان در یک بخشای زیاد متشکل از جزایر قدرت است که اونها اگه داخل قدرت نباشه خرابی میکنه ما شما میبینیم دیگه عملا میبینیم که اگه پاش از قدرت باشه تهدید میکنه که ما ساقط میکنیم ما ساقط کردیم آدمای با اینمی طرز فکر آدمای با نمو مطالبات آدمای با نمو رقم فرهنگی که بزرگ شدن وقتی داخل حکومت میان اونو مدیریت یاد ندارن مدیریت نمیفهمن کم میارن برنامه ریزی رو بلد نیست نمیتونه برنامه بریزن دستاورد نداره دستاورد که نداشت سرصداشون میره بالا ما چرا تو رسیم ما چرا موزه ما فکر میکنین نماینده رئیس جمهور در امور اصلاحات حکومت داری و معاون اول رئیس جمهور من نمیبرم اتفاقا نماینده اصلاح رئیس جمهور در امور حکومت داری خوب نماینده ویژه رئیس جمهور یک از کارهای بسیار خوبی که کردن ساده سازی پروسه های مغلق اداری در بسیار از وزارتخانه هاست یک دستاورد بسیار کلان بر افغانستان نموست که ما در بسیار از ادارات افغانستان میبینیم پروسه های پیچیده ای که باعث فساد اداری میشد باعث طولانی شدن روند کار میشد توسط نماینده ویژه خاص رئیس جمهور ساده سازی شدن در کابینه آورده شده تایید شده و موارد بسیار زیاد هم است نزدیک به 200 چند مورد من خود مشاهده کردم در یک از موارد خبرش خواندم که تایید شدن یعنی اون نیست خب بعضی وقتا گپای سیاسی است امتیازات بیشتر میخوای اون از کجا مطرح میکنه از بیرون میخوای فشار بیاره بعد جای دیگه دارن شما در یک کشوری که قدرت به عنوان امتیاز برای خودش تلقی میکنه به عنوان غنایم سیاسی تلقی میکنن تلقی میشن دیگه اونجا نباید انتظار داشته باشین که یک تیمی فشرده متحد و همدل وجود داره و اون تیم داره کار میکنه و برنامه‌ریزی میکنه اون رقم نیست ما از یک طرف دیگه در حکومت با آدمای نیاز داریم به پالیسی نیاز داریم که با همه مدیرا کنه رضایت از اونها رو باید بگیرن از طرف دیگه به مدیرای نیاز داریم که برنامه‌ریزی کنه که آقای مختاری هم گفت خب کار قرارش با مدیر پیش میره که اون مدیر مغز داشته باشه تحصیلات داشته باشن تدبیر داشته باشن مدیریت داشته باشن اداره کردن یاد داشته باشن تطبیق کردن برنامه یاد داشته باشن خب آدمایی که در جنگ گفتم شما که پایگاهی در بغلان و هلمند بعد دست در سال جدید به دست به نحوی به دست طالبان واگذار شد خبرهایی که دیروز منتشر شده در رسانه‌های افغانستان و کارشناسان امنیتی هم این مسائل را بررسی کردند فکر می‌کنید این مسائل چقدر میتونه واقعا به نگرانی های مردم بیفزه؟ واگذار کردن خاک افغانستان هر نقطه ای که باشه و هر مقداری که باشه به دشمن افغانستان خیانت است و قابل قبول مردم افغانستان نیست. اگر حکومت توانایی رو نداشته باشه که بخش های از خاک کشور رو تامین بکنن بیان عاجزانه و صادقانه با مردم در میان بگذارن مردم خودشون آماده میشه برای دفاع کردن از خاک خودش. اما ای که ممکنه خب برنامه‌های امنیتی باشه ممکنه ملاحظات و منافع امنیتی داشته در نظر گرفته باشه اون چیزی که باید مسئولین امنیتی و نهادهای امنیتی پاسخگو باشه من به عنوان یک آدم شهروند از خیلی چیزا رو خب به هر حال نمیدونم که بله. سریع انتقاد بکنم که چرا این رقم اتفاق میفته ممکنه استراتژی امنیتی باشه ممکنه تاکتیک است منتها اگر هدفی نباشه اگر ملاحظه و مصالحه پشت از گپ نباشه خیانت است مردم افغانستان آماده دفاع از خاک خودشون هست و به هر حال انتظار میکنه اتفاق مردم افغانستان گذشته از اینکه بحث امنیت و اقتصاد و بحث زمینه اشتغال برای شهروندان مهم است و برایشون مهم است چند تا بحث دیگه برای مردم افغانستان مهم است یکی برگزاری انتخابات پارلمانی
ادامه کار اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان که کمیشنران جدیدی به این اداره معرفی شدند، اینها حکومت افغانستان فکر میکنید در این زمینه چقدر اقداماتی در سال جدید خواهد کرد؟ با وجود چالش‌های مختلفی که داشته که دستور دادن حکومت همین گپ بود، کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و شکایات انتخاباتی تدوین شد و تا جایی که من اطلاع دارم حداقل آدمایی هست که کس نمیتونه خیلی زود روش انگشت بگذاره که وابسته به کی است، وابسته به کدوم جریان است، یا آدم نامناسب است یا آدم غیر قابل اعتماد است. خوبیش است که از آدمای متخصص و متبحر تشکیل شدن، از آدمای نسبتا مستقل تشکیل شدن. قانون انتخابات هم توشیح شد علارغم تمام مخالفت و کارشکنی ها. من فکر میکنم که امر رقمی که حکومت وعده دادن تلاش های خودشه برای برگزاری انتخابات انجام خواهد داد، اما همه مسائل مربوط که ما با چالش های امنیتی چقدر مواجه هستیم و چقدر میتونیم بر مشکلات امنیتی که صدرای افغانستان هست فائق بیاییم، به خاطر که برگزاری انتخابات اولین ترین و مهمترین نیازش مسائل امنیتی و آرامش است و اگر آرامی نباشه برگزار کردن انتخابات کار دشوار هست. اما ما تردید ندارم اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته و صورت میگیرن. اقداماتی که در تشکیل کمیسیون ها صورت گرفت خودش نشانگر از این بود که حداقل حکومت متحد در مسائل هست. من باز تاکید میکنم که همه اقدامات و همه چالش ها و همه کمبودی ها و کاستی هایی که صورت نگرفته را ما در یک بستر منطقی، در یک ظرف منطقی با توجه به امکانات افغانستان، با توجه به محدودیت های افغانستان، با توجه به این مسائل باید در نظر بگیریم بعد نقد کنیم. نقد این است که شما وقتی به کسی مسئولیت میتین، صلاحیتی که بهش داده میشن امکانات میخواین، امکانات هم بهش بدین. مثلا اگه بنده عرض میکنیم که اینقدر کمک گرفتیم، جناب آقای مختاری میگن که کمک گرفتن، خب شما نمیتونید در دو سال بین منابعتون استخراج بکنید وقتی هیچ کشوری به شما سرمایه گذاری نمیکنه. شما مثلا نمیتونید در بخش آب سرمایه گذاری سرید در حالی که اقدامات خیلی خوبی حکومت افغانستان حداقل میتونست این فرصت را فراهم بکنه که سرمایه گذاران خارجی بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن. بارها شما خبر شدین که قانون سرمایه گذاری در افغانستان در حکومت وحدت ملی عوض کردن، اصلاحات بسیار خوبی. افغانستان از لحاظ سرمایه گذاری بیشترین شرایط و بهترین شرایط در دنیا برای سرمایه گذاران خارجی داره، اما با توجه به وضعیتی که در افغانستان گزارش که منتشر شد این را رد میکنه، میگه افغانستان بدترین جا برای سرمایه گذاری است. بدترین جا از لحاظ امنیتی است، نه از لحاظ قانون. حکومت ظرفیت های قانونی ایجاد کرده، اصلاحات خوبی را در نظر گرفته، امتیازات فراوان در نظر گرفته، اما پیشتر از کردم که مسائل امنیتی است و مسائل امنیتی به همین دلیل است که تلاش های بسیار گسترده و وسیع صورت گرفت که حکومت از بنیاد ساقط کنه جامعه افغانستان. و دوباره برگردیم ما با همون دوره وحشت و سیاه، خب تمام تلاش صورت گرفت، یعنی این طور نیست که هیچ تلاش صورت نگرفته باشه و امکانات هدر رفته باشن. شما با یک خزانه خالی با دست محدود باید منتظر بشین یک کس به شما خیرات بده. خیرات هم هست، یعنی واقعا اون چیزی که ما میگیریم خیرات است، متو وقت خودت نداری مجبور بگیری، به خاطر که نمیتونی. شما با یک کشوری که نزدیک به 60%ش فاقد سواد لازم هست چطور میتونی اینجا ابتکار اختراع مثلا خلاقیت داخلی داشته باشی که به سمت استقلال برسید؟ تشکر. بالاخره نیاز به حمایت. سپاسگزارم آقای یزدانی. حالا حکومت وحدت ملی در ابتدای تشکیلش وعده کرده بود که برای مردم افغانستان بهترین مهمترین کاری را که انجام خواهد داد زمینه شغل است تا مردم مصروف کار شوند و از کشور فرار نکنند. ولی ما در دو سال و نیمی که از این حکومت گذشت دیدیم که بسیاری از شهروندان افغانستان کشور را به دلیل نبود شغل و زمینه کار ترک کردند. حالا رهبر حکومت وحدت ملی رئیس جمهور وعده داده که در سال نو میلادی یا سال نو خورشیدی که 3 ماه ما با آن فاصله داریم برای 10,000 نفر در داخل افغانستان شغل ایجاد خواهد کرد. این وعده ها چقدر عملی شدنی هستند به نظر شما؟ به خاطر دارم که در دوران کمپاین های انتخاباتی یکی از گفته های بسیار مهم آقای غنی بود که می گفت ما تغییرات را در سر دسترخوان های شما به وجود خواهیم آورد. خب متاسفانه اگر دو موضوع اینجا باید مطرح کنیم، یکی این که اگر به پیشینه این حکومت وحدت ملی ببینیم این کار امکان پذیر نیست، اما اگر ببینیم موارد کشورهای خارجی که با ما کمک میکنه باید یک اندازه به این روند خوشبینانه ببینیم، به خاطر از این که تعاملات خارجی به نظر ما به نفع افغانستان میتونه باشه، به خاطر از این که یک قطبی شدن جهان میتونه مثلا قدرت را در دست یک کشور قرار بده و اینجا بس ای به وجود می آید که کشور هرچی که خواست امور می خواهی عملی کنه و چنانچی که شد. ما غذای های مثلا سوریه را دیدیم، لبنان لیبیا را می بخشیم دیدیم، دیگه افغانستان و پاکستان اینا را دیدیم. اما دو کشور دیگه که حالا به مسابقه کشورهایی که می خواهند که حداقل
در زمینه‌های سیاسی اجتماعی در منطقه سهم بگیرند که عبارت از چین و روسیه باشه، اینجا میتونه این تحولات وارونه کنه. یعنی این قسم که بالاخره باید منافع ازیام در نظر گرفته شود. وقتی که من میگم منافع ازیام، ولی اگر چنین تعریف شود همیشه افغانستان از این نوع قربانی زیاد دیده. یعنی وقتی دو قطب با هم در تقابلی هم قرار میگیرن، افغانستان در سالهای گذشته چنین تجربه را داشته در جریان جنگ سرد. ببینیم این مربوط به این میشه که مثلا شعور سیاسی ما تا چی اندازه است. یک به خاطر داشته باشیم که در علم سیاست یک زمان یک فرصتی که داده میشد در این حال که او میتونه منافع شما تعریف شود، در این حال میتونه او ضرر شما تعریف شود. این بستگی به این داره که شما چگونه از او استفاده میکنیم. حالا اینجا اگر از این تضاد این ظرفیت ها در افغانستان به نظر شما چقدر وجود داره و چقدر شکل گرفته با وجود حکومت وحدت ملی؟ یک مورد هست که افغان ها از همین یک دهه یک و نیم دهه اخیر از دولت از دوری انتقالی الی حالا حداقل موارد زیادی را تجربه کردن، اگر چی که مثلا کتابی نخونده باشن تجربه کردن. یعنی این گونه که ما حالا دشمن خود شناختیم که کی هستم، دوست خودم شناختیم که کی هست، رابطه ما اگر با هند باشه چی رابطه میتونه باشه، چیگونه باید تعریف شه، رابطه که ما در این حال با پاکستان باید داشته باشیم این چیگونه باید تعریف شه. پس اینجا ایره نشان میده که ما تا یک اندازه تجربه گرفتیم. حالا این برمیگرده ای که ما از این تجاربی که به دست آوردیم در این یک کنیم در این اخیر چیگونه استفاده میکنیم. به نظر من حداقل یکی از خوبی هایی که حکومت وحدت ملی داره ای است که مردم از این بیش از 3 دهه جنگ تحمل کردن و حالا دیگه جنگ به مثابه یک چیز بسیار خشونت آمیز و غیر قابل قبول به زیاد تعریف شده. حداقل اینم در پشت از این میگردند که باید یک کار شود که نتیجه همون صلح باشه و فقط دولت باید حداقل امی زمینه را هموار کنه با و سوق دادن این نیرو. حالا مردم افغانستان به مسابقه نیروهایی هستند که مجهز به سلاح هستند، اما این نیروه که مجهز با سلاح هستند باید سوق اداره داده شود. یعنی این گونه که باید به زیاد مشخص شود که دوست شما ای است و شما با این گونه پیش بریم این گونه. ولی دولت افغانستان متاسفانه انمین کار نکرده. تمام اگر ما شما همین از هان آمه رو آل درک کنیم دقیقا میبینیم که اینها تمام موارد میفهم. حال یک طفل خود میفهمه که دشمن کی است، وضعیت اقتصادی ما چی است، سطح سواد ما چی است. خب دقیقا اینا تانسته که رسانه هم در اینجا شامل باشه و همچنان مواردی که خود از اینام تجربه کردن. فقط سوق اداره ایر میخواییم. من یک مورد دیگر ذکر کنم. تعریف اختلاف در مسائل حقوقی ای است زمانی به وجود میاد که تضاد منافع به وجود بیاید. تضاد منافع در همه کشورها وجود داره و به وجود میاد، اما تفاوت تضاد منافع در افغانستان با کشورهای دیگر یک چیز است. در کشورهای دیگر تضاد منافع که به وجود میاد اونها میتونن مدیریت کنن. چرا؟ به خاطر از اینکه این دانش حل تضاد منافع را دارن. اما تضاد منافع در افغانستان که به وجود میای اینجا متاسفانه این کمتر وجود داره. میای روی مسائل قومی که مثلا ما همین تضادهای بین حکومت وحدت ملی را دیدیم، یا مثلا معاون اول رئیس جمهور را دیدیم، مثلا با دکتر عبدالله دیدیم، با آقای اشرف غنی همین تضاد دیدیم که وقتی که جبهه گیری ها میشه منافع ملی تحت شعاع منافع قومی قرار میگیره. اینجا هست که مشکل به وجود میاد در افغانستان. سپاسگزارم از حضور مهمانان گرامی در این برنامه، آقایان احمد سیاری از دانی روزنامه نگار، زیای دانش استاد دانشگاه و گل محمد مختاری معاون حزب حرکت اسلامی افغانستان. همچنان سپاسگزارم از شما بیننده های گرامی که این بحث را تا این دم دنبال کردید. وقتتون خوش. خدا نگهدارتون.